در کنترل سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. حالی بختیار با قطعنامه 1803 شورای امنیت در لیست تحریم ها قرار گرفت. سایت تابا اگرچه وابسته به سازمان انرژی اتمی است، اما وزارت دفاع رژیم روی آن کنترل مستقیم دارد و جعفر محمدی از متخصصین وزارت دفاع بر تولیدات این محل نظارت دارد. مدیر داخلی این سایت تا 5 ماه پیش امجد سازوار بود و پس از آن مدیریت سایت بر عهده رژیم از مدیران سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. این سایت از حساسیت امنیتی بسیار بالایی برخوردار است و حراست سازمان انرژی اتمی رژیم از همان ابتدا کنترل این محل را به عهده گرفت و رفت آمد آن را بسیار محدود کرد. کلیه تماس‌های تلفنی با این سایت مورد شنود واقع می شود. این محل هیچ تابلوی بیرونی ندارد و دستاندرکاران رژیم در این سایت تلاش کردند در بیرون از آن هیچ تغییری ایجاد نکنند. ورود دستگاه‌های الکترونیک مانند لپتاپ به این سایت ممنوع است. در این سایت قطعات مختلف سانتریفیوژ از جمله فیتینگ، پوسته، مگنت، مولکولار پمپ و لوله کامپوزیت تولید می شود. این سایت اساساً برای تولید سانتریفیوژهای IR1 مورد استفاده می باشند. قطعات مربوط به انواع جدیدتر سانتریفیوژ نیز در این محل تولید می شود. مقاومت ایران در این کنفرانس پاش ساخت که برخی از قطعات سانتریفیوژ در همکاری سایت تابا با صنعت شفیع زاده از زیر مجموعه های گروه صنایع هوافضای وزارت دفاع تولید می شود. کارخانه شفیع‌زاده در شهرک صنعتی البرز قزوین قرار دارد. همچنین تولید برخی از قطعات سانتریفیوژ توسط دستگاه‌های فلزی پیشرفته در صنایع موسوم به یامهدی از زیر مجموعه‌های گروه صنایع هوافضای وزارت دفاع انجام می‌شود. صنایع یامهدی در لیست تحریم‌های قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و در منطقه شیان لبیزان در مجاورت سایت منهدم شده اتمی می‌باشد. رئیس صنایع شفیع‌زاده و یامهدی پاسداری به نام کاظم بیگی. In Iran, or do you not know? I mean, what's the literally, they didn't see that much when they built up by Facebook or any other. Thank you very much for coming. Have a good day.